خب الان داره شروع میشه، الان بچه ها دارم میان، بعد یکم آره. خب بچه ها، من با خودم فکر کردم که الان که یه مقدار فضا آرومتره، یه ذره با مریم بیشتر آشنا بشه. خب من همیذارم مریم صحبت کنه. خب مریم بخواهی آره اینجوری باشی که باش. یه ذره نور کمتر. آخه مریم یه مقدار بگو که از کی اومدی آلمان؟ من حدودا 9 سال اومدم اینجا، ولی خب دیگه با ویزای دانشجویی اومدم اتریش و اتریش هم اومدم آلمان دیگه. آره. اگه بخواید مثلا اون چیزی که توی آلمان برای تو خیلی جالب بوده، مثلا تجربه که برای تو این اقامت در اینجا داشته، بگی چیه؟ خیلی زیاده، خیلی زیاده، نمیتونم فقط چیز کنم. حالا یه خب بگو. ببین، قوانین در آلمان خیلی برام جالب بوده، خیلی یه چیزایی من اعتقاد دارم که به جوری که ماه خودت هم دیده بشه، به زمینت پشت باشه. آره. خب خیلی ها کمکم کردن، خود آلمانی ها خیلی کمکم کردن، خیلی نمیتونم بگم ایرانی ها کمکم نکردن، چرا؟ خب به هر حال بیژنم خواسته به من کمک کنه، ولی خواستنش شاید راهش درست نبوده، ولی خیلی از آلمانیا واقعا به هم کمک های خیلی خوبی کردن، خیلی از این بابت. من الکترونیک خوندم، مهندسی برق. تو یه چیزی رو به من گفتی، گفتی زیبا من توی این مدتی که اینجا بودم لوازم و اینها رو مثلا نرفتم مثلا فروشگاه ها با اینها یه سری چیزایی بخرم. من اصلا مخالف اینم که یه سری هزینه ها برای مارکا و این چیزا داده بشه، و واقعا یکی از مشتری های پروپا قرص فلو مارکا هستم. خیلی بازارهای دست دوم فروشی. دست دوم اینجا اشتولبروخ هستش. آره اشتولبروخ. آره اشتولبروخ نزدیک خونه همونه که من واقعا مشتری دائمشم. من اصلا پول به اینجور فروشگاه ها به هیچ عنوان ندادم و مخالف این داستان هستم که پولی بخواد به جیب سرمایه گذار ریخته بشه، من واقعا مخالفم. و فقط من نیستم، خود آلمانیای خیلی تاپ هم میان اینجور جاها خرید میکنن با قیمت نصف، شاید یک سوم، و خیلی ارزون. اصلا خود آلمانیا بیشتر طالبن، چون اینا تفکراتشون سوسیاله و میگن که زندگی برای همه است. اینه که خیلی از نسل قدیمشون نور خوب باشه، خیلی از نسل قدیمشون تفکرات سرمایه دارا رو ندارن. حالا ممکنه نسل جدید به این حالت باشه، ولی نسل قدیمشون نسلایی هن که میگن که نه، اون لباسی که دست دو هستش ما میتونیم بپوشیم. اصلا ما اینجا خیلی کسایی داریم که میگن که ما 5 دونه لباس تو کمدمون داریم و اونو برای همه جا داریم استفاده میکنیم، برای همه جا. اینه که تفکراتشون سوسیال هستش. و برای پسرت چی؟ برای بچه‌ت هم خریدی؟ من یکی از مشکلاتی که با لوکاس دارم همینه که من همیشه میگم باید کیک لباس بخری، کیک لباساش خیلی ارزونه، واقعا ارزون هستش، ولی خب متاسفانه این ذهنش پر شده که نه من باید لباس مارکدار بپوشم. ولی من اصلا مخالفم و نمیخوام تربیت بچه‌مم بر این مبنا باشه که مارک پوش باشه. من اصلا آره. دوست ندارم تربیت. تو نونا رو دیدی دیگه بچه‌ش چجوری؟ آره. آره. آره که مثلا حتی میرن از صلیب سرخ و فلان. آره. اینا میگیرن. آره من خودم اصلا معتقدم به همین لباسی داستا. که گرفتی از کجا؟ اینو من نیویورکر گرفتم اینو، ولی نیویورکر اینو گذاشته بود برای من 1 یورو. آها کجا نیویورکر؟ نیویورکر توی چیزه هامبورگ پاساژه، و اگه بوت بکنه دیگه سیل، یعنی فور حراج. آره یعنی حراج واقعیه. خب یه وقتایی هم به پستم یه همچین چیزی میخوره. یه یورو خیلی قشنگ. آره. خیلی آره. آره ولی خب این زمانی خریدم که تو زمستون بود،
و لباسای تابستونشون رو داشتم که میفروختن و این چیزا، یعنی من به موقع یه چیزی هم آخه اینا فکر میکنن که مثلا فرض کنی ایراده، ولی تو از این که یه کسی مثلا ازت بپرسه که تو این لباسو خریدی، با افتخار میگم من خیلی هم تشویق کردم که ببین این اشتیل بروخ بریم اونجا خرید کنیم. آره اشتیل بروخ همش دست و دوم اینا. آره ظروفایی که مثلا هستش و اینا تمام قیمتای یه یورونی، مثلا این بشقابایی که میبینی همه مال اشتیل بروخه. آره اینا چه جاله. آره آره خب خیلی خوب. اینا رو مثلا الان اگه بخوای بری از یه فروشگاهی بگیری یا چیزی خب بگیری، خب خیلی آره گرونه. آره مثلا این مال یونانه و کار دسته، ولی خب اینا توی اشتیل بروخ داره قیمت خیلی آره. ارزون داره. آره یه اویرو مثلا یاده. آره چقدرم خوشگلم. آره، آره. من خودم یه بار از یکی از این بچه هایی که همینا که حالا اون فوت کرده اینا، رفتم خونهشو گفت بابا اینا فلان یکی از بشقاب کوچیکشو برای من چیز کرد فروخت 20 یورو. آره تازه اون چیز گفت نمیدونم از این چیزا. نه ولی توی اشتیل بروخ شما میتونید خیلی قیمت پس خیلی از این چیزایی که گرفتی همش پرده ها مثلا پرده های اشتیل بروخه. اه خب یعنی چند گرفتی؟ این نمیدونم دو سه یورو مثلا. دو سه یورو خب. اینا یه یورو نیم، اینا یه یورو، این مثلا چیزه روی همین کوسناست، ولی من گفتم نه خوبه برای اینجا، مثلا اینا یه یورو نیمه. مبلا چی؟ مبلا نه، نوع من سفارش داده بودم اینا رو چون ولی اونجا چیز خوبم میتونی بری بگردی و پیدا بکنی. ولی میخوام بگم که بی‌معنی هستم پول دادم برای بعضی چیزا. من واقعا هیچ معنی از این که پوز بخوای بدی و نمیدونم من لا آلمان این کارا آلمان هرمون اصلا پوز دادم معنی نداره. میگه چند سالته مریم؟ من چند سالم؟ من 48 سال. 48 سال. چه راحت میگی، نمیبگی از خانوم ها سن نشونه نمیپرسن و اینو فرو فراموش کنیم، از خانوم ها سن نشونه نمیپرس. آره. از این مزخرفات. مرسی که انقدر صریح این آره. چیزو گفتی. بعدش ولی تو ایران من فکر میکنم نباشه الان. آره مردم هم که ایران هم الان از این چیزا دست کشید. ولی من در ایران هم بودم کتابای دانشگاه هم دست دو بود. یعنی میگفتم که من کتاب برای این که مثلا نو باشه و اینا برای چی آخه؟ مثلا بابام هم میخواست کتاب برام بفرسته اینجا رفت انقلاب، گفتم بابا یه سری کتابای دست دو خواهش میکنم فقط از اونا برای من بخر بفرست. آفرین آفرین. آره. چون نوشته ها و نکاتی هم که توش می نویسن تو این کتابای دست دو یه وقتی به درد منم میخوره. بنابراین کتاب ها من دست دو استفاده میکنم. مثلا این کتاب های لکسیکونه اینا دست دوه. آره اینا لکسیکونه همه دست دوه و آره. کلن 20 جلدش من 3 یورو خریدم. بله حالا شاهدش هم بیژنه اونجا. چی جاله اینا خیلی گرونه. خیلی گرونه و من تعجب کردم گفتش که نه واقعا هم دیدم به دردم میخوره این کتابا گرفتم. حالا یه چیزی بگم، تا حالا قسطی هم چیزی خریدی یا نه؟ قسطی بعدم میاد. آفرین وای وای. پس بیا من بچه ها تو با وجودی که کروناست ما اینجوری با پا به هم دیگه احوال پرسی کردیم، ولی خب دیگه واقعا دیگه اینجوری بگیریم که آفرین قسطی. من متنفرم. منم از متنفرم. آفرین آفرین. چه جاله شب نمیتونم بخوابم دیگه با قسطی، ولی سعی میکنم که ارزون خرید ارزون بکنم. بدم میاد برای مارک و این چیزا، نه به بچه‌م یاد میدم نه خودم این عادت رو. بچه ها من میرم خونم، صبر کنید دیگه بذاری یه ذره خنک بشه، میخوام یه قسمت راه هم پیاده برم و اینا یک کم برای خودم کیف کنم. خب چقدر خوب شد که اینجا من دوستای قدیمی منم. آخه یه باری که من اینجا اومده بودم، بچه های منطقهی که چیز هست مریم زندگی میکنه، من یک داستانی دارم زیبا و کرد ترکیهی به خاطر یه کمک به یه زن کرد ترکیهی که من راز نداری کردم به شوهرش، گفتم بهش کمک کردم.
منو تهدید کرد، رو من اسلحه کشید و چی چی. من از خونم فرار کردم، یکی از دوستام خونهشو به من داد، داشت میرفت ایران، ارژنگ بود، حالا نشدم اونو ببینی شد. بعد به هر حال منطقه رو که داشتم میومدم امروز، بعد گفتم من 2005 بود، 2000 چیز که من اینجا اومده بودم. البته اینجا بعد خاطرات هم زنده شد که از اینکه من اینجا سه هفته ای که اینجا زندگی میکردم، سه چهار هفته، آره، تا موقعی که دادگاه شد و فلان و اینها. به هر حال خیلی اونم جالب بود دیگه، من این منطقه هم اومدم اینجا، میگه مدتی خونه من شد. خب میگن که خب لوکاس داره برای خودش اونجا بازی. یه چیز دیگه میخوام بگم، بیژنم اتفاقا خیلی دوست داره که من اینو خرید، و قبلا که با هم زندگی میکردیم براش خیلی جالب بود. بینش بیده خب باشه فهمیدیم هستی بچه این خواسته دار بینش. خوشبختیم از آشنایی با تو، چقدرم خوشگه شدی بوجه. خب بذار مامانت یه چیزی بخواست بگه، اجازه بده آسردن کنه باشه. آره بیشنم فرار نکنه، اوستای این کارا هستش اتفاقا که جنس خیلی ارزون پیدا میکنه. آره پیدا کنه، نه اینکه حتی خزینه کنه. آره بلکه خیلی از خونه ها هستش که وسایلشون رو همسر سابقت دیگه. آره. بیژن همسر سابقت، ولی رابطه یه خوبی با هم داریم، مشکلی اصلا نداریم، اصلا آفر. مشکلی نداره، به هر حال اون خونه خودشو داره، میاد میره. آفرین، با من از اینت خوشم میاد که با وجود این که نه آخه ایشن... چرا کینه، برای چی کینه داشته، جدا شدید که جدا شده اتفاقا خوبه. آره. خب دیگه اینم از وضعیت خرید در آلمان هستش که ما اعتقادمون اینه که پیاما رو نمیکنم یه سری هم چرت و پرت. اوه بچه ببین، بچه ها گفتن اوه بازم لوکاس اومد. جون ایزاک بیژن آخ با دیزنی. آره بگو خیلی خوب باشه. ایما بیژن باشه. ایژن بیژن کو خیلی خوب. بله. نیست ایما. اینم از بچم... زندگی در آلمان. ببین تو لباس دست دوم سکند هند. خب باشه. این نداره. اینم باید یه ذره اینجور. ببینی ولی یه چیز به لوکاس بگو بریم. برو بیرون. برو تو اون اتاق پس میدیم. پس ما میریم. آره بیا ما بریم. ما میرم اونا شما. خب باش. آره میخوای اینجا؟ آره بریم اونجا بایستیم چیز کن. ببین یه چیزی که یه سوالی داشت، بیا این بار که من نور نباشه. خب یه چیزی که میخواستم بپرسم این که بچه رو هیچ وقت مثلا چیز بردی این خودش طلب یکی از کونده های چیزه. آره کونده یعنی بچه مشتری های آره اشتام کونده است، یعنی میره اونجا یعنی مشتری دائمه. لوکاس میره بچه کونده یعنی کونده. آره منم اون اوائل اومده بودم تجهیز چیز کنم، بگو کونده یعنی مشتری. آره اشتم کنده یعنی مشتری دائم، یعنی این آره. هر هفته میگه بریم. آره چه جاله. آره منم رفتم اونجا قدیم، خیلی چیزهای آنتیک کونس داره، مثلا این بشقابان با زبره از اونجا داره. آره. کدوم این بش چه خوشگله اینا ها. آفرین این یه داستانه ها، چی بیژن اومد؟ کیه این؟ آها ما رو داره لایم ما رو داره میبینه. ایشه باید که زی؟ خب برو اونجا ببین دیگه، بیا برو اونجا لایم ما رو ببین. آها باشه خیلی خوب بگو. اون موبایل بده میگه که بره لایم، برو لایم ما رو اونجا ببین. خب. آره دیگه اینم از این. نه بیژن خودش هم دوست داره، خودش هم ما رو میبره یه وقتایی، چون لوکاسو دوست داره که اینجا. اصلا من مامانم و بابامم که میمدن. آره. اصلا یکی از مرکز توریستا همین چیزا. بله آلمان بحثش فرق میکنه. آره با شو. اصلا خود آلمانیا استقبال شدیدی میکنن. منم ببین بعد حتی ترمین میگیرن، یعنی وقت میذارن، میزنگ میزنن وقت میگیرن که بیان اینجور جاها. اینه که که جنس خوب بگیرن و جنس مرغوب بگیرن، برعکس خیلی از ایرانی ها که میگی چقدر لوازم اضافی داری. خوب داری؟ آره خب دیگه میره دیگه با هست دیگه اینجا بعدش چه
مرسی. دیگه هر صحبتی داری از این که فعلا همینو من میخواستم بچه ها بگه، به خاطر این که بذارم این وری بیام. من خیلی خوشم اومد که از این که این مسئولم خواستیم لایو ما رو داری نشون میده، خیلی بامزه از خوبه. آفرین این دفعه. آره. خب ببر دیگه اونجا، صداش ما رو اذیت نکن. لوکاس. آره. ازت ممنونم مریم. به تا اینجا که با من خیلی خوش گذشته، اتفاقای جالب، روابط گذشته. چی اینجا چه خبره؟ چه خبر شده اینجا؟ آها موتور سوارا بودن. موتور سوارای چیز بودن که یه روز خاصی موتور چیز بودن. برای من جالب بود از این جنبه که یه سری به هر حال بچه هم یه استایل و یه خواستن که مریم هم پیجش بازه. دوست داشتید مریم هم حالا بعدا شاید یه لایو مشترکی با هم گذاشتیم و تا ببین. مرسی. آره. ممنون. متشکرم. موفق باشید. مرسی. خدافظ.